سلام بچه ها، خوش اومدیم به چنلم. سلام. تینا را بردم امروز متخصص رپ و هیپ هاپ واسه سومین آپدیت از آلبوم خورشید برنامه سانرایز 3. گفتم کی بهتر از تینا، چون فیتا رو نمیخوام لو بدم، تنها کسی هم که هم آلبوم همش رو شنیده چندین بار و همین که میدونه کیا تو آلبوم هنو کلا آپدیت های آلبوم داره، گفتم تینا رو بیارم. خیلی وقت هم از پینچه رو تینا برنامه نمیگیری. خوش اومدیم بچه ها. کلی اطلاعات میخوام بگم دیگه، کم راجع به طور کلی آلبوم و فیتا و همین صحبت باشه. بچه آلبوم خیلی میپرسین، خیلی وقت هم از برنامه درست نکردم، چون یه سری چیزاش باید 100% روشن میشد که بعد بتونم برنامه درست کنم راجبش حرف بزنم. مهمترین چیز که رو هم رفته خبر خوبه واسهتون اینه که آلبوم تعداد ترکاش بیشتر شد. من به دو دلیل تصمیم گرفتم تقسیمش کنم به دو تا آلبوم، یعنی والیوم 1 میاد، آلبوم خورشید طلوع، و والیوم 2 که با فاصله بین 2 تا 3 ماه اصلا میاد. اولیش به زودی میاد، آلبوم طلوع، یعنی آلبوم خورشیده ولی والیوم 1 طلوع. یه دلیل اصلی که این کارو کردم این بود که منتظر سری فیتا بودم، مثل فیت جدید اتفاق افتاده تو بچه‌ها بکلاشون رو بفرستم واسه فیچر و اینا. گفتم خیلی منتظر نشن بچه‌ها، بعدم تعداد چون زیاده شاید بهتره که اصلا دو قسمتش کنیم، یه قسمتش بیاد با یه سری چای موزیکای سولو و کلاس فیوچرها و همکاریا با هم بیاد بیرون، بعدش هم دو سه ما بعد که تازه اولی حذف شه بعد دومی بیاد. ولی خیلی خوب داره پیش میره دیگه، حالا هم غیر از اینکه سری همکاری هست با بچهای دیگه توی پروداکشن هم همینجوری. اولین چیزی بگم که کسایی که واسه آلبوم دارن پرودوس میکنن خب طبیعتا دارا هست، از ای کلاس توی هر دو تا آلبوم ها هست، با آتور همکاری داریم که از آهنگساز آلبومه، با اورلایت میوزیک همکاری داریم کسی که آهنگساز آهنگ مارس بود، ولی یک یا دو تا شرک دیگه هم تو آلبوم داره پرودوس میکنه. امیدوارم کسی از قلم ننداخته باشم، ولی فعلا اینا بچه مطرب هست تو آلبوم که با دارا همکاری کرده توی آهنگسازا. حالا چطوری بود تینا آلبومی که شنیدی؟ خیلی خوبه. آره. خیلی خفنه. آره. خیلی خوبه، ولی من خودم میخوام زودتر تموم شه که بریکی بگیری. آره، تینا دیوونه شده چون 24 ساعت دارم کار میکنم همش، اینا صبح تا شب هیچ کاری نمیکنیم و اینا، میگه با بس دیگه چقدر دو ماه دیگه به من وقت بده. آلبوم اول زودتر از اون میاد، ولی بالاخره تا دو ماه آینده فکر کنم والیوم 1 و 2 همش رپ اپ شده باشه، آماده پخش باشه. دیگه بگم که آره خیلی همه آهنگاتو شنیدم، خیلی هم دوست دارم اکثرشو، یعنی همشو تقریبا همشو دوستم، ولی خودم هم نمیدونم تو والیوم 1 میخوای کدوم ها رو بذاری کدوم والیوم 2 میخوای چه آهنگایی. آره تو من امروز 100%ش کردم، اوناییش که حالا یا راجب دختر میتونه باشه یا اونا که ذره ناراحت کننده است، تینا اونا رو دوست داره. درسته؟ نه نه علکی میگه نه، یه سری بنظرم لیریکس ها مناسب نیست. مناسب نیست؟ یعنی اصلا راجب دختر نباشه، راجب میتونه خیلی چیزای دیگه باشه مثلا. یعنی فوشو اینا مثلا بد باشه. آره مثلا موافقش نیستم. مناسبه که ولی کلا هم چون تست نمیخوام الکی بگم، فکر کنم تو هم میگین و خودم هم قبول دارم اینو، راجب خودم تستم تو موزیک کلا خوبه. آره تستش کلا تو موزیک و واقعا اگه چیزی خفن باشه و خوب باشه، حتی اگه یه سری لیریکس داشته باشه که خوشم نیاد نمیگم بده، کلا راست میگین. آره تیستم تو موزیک واقعا خوبه. آره یه سری هم یه سری حساسیت داشتی راجع به سری لیریکس ها که اسمم دیگه نداری. نه یه تایم مثلا صحبت می‌کردیم گفتم ببین فیلم مستند نیست مثلا اینا، اگه نه اجازه جواب مثلا ممکن یه سری داستان هست. آره تجربه های مختلف آدم بیاره توی آهنگ، معنیش نیست که لاین به لاینش مثلا فیلم سینما. نه اینو آخه خودم همیشه واقعا همیشه اینو خودم میگفتم که یا آرتیست یه چیزی که میخونه راجع به زندگی خودش نیست، و هیچ وقت راجع به حال قبل اینکه با عرفان دوست بشم چه هر رپری هر آهنگ خواننده‌ای که آهنگاشو گوش میگم فکر نمیکنم که همه آهنگاش پرسوناله. راجب تو بخاطر اینکه خیلی دیدم که یه سری چیزات پرسن آهنگات و اینا پرسونال خودت مینویسی خیلی چیزا رو، واسه همین اولا مثلا حساس بودم یا خوشم نمیومد، چون که خودت میگفتی که مثلا پرسوناله، یا اینکه آدما وقتی که توی یه جایی تو زندگیشونن که خیلی هپی ان و خیلی همه چی خوبه، خیلی سخت میتونن، یعنی ممکنه سخت باشه از سختی ها بنویسن، یا چون مثلا تو اسپیس باد باشی و خب اگه خیلی هپی باشی و مانی آرتیست شاید آهنگایی یکم هپی تر بدی بیرون، ممکنه روی خود خب یه آرتیست خیلی ایموشنال روی خودش اثر داره. آره فکرم خیلی جای مختلف رفت، حالا این دو سه ساله که واقعا خیلی هپی نبوده خیلی تایمش برای من از وقتی من اومدم تو زندگیش میبینی مهربونه بوده دیگه، زندگی میبینی خیلی فشارونه دو سه ساله، شاید عجیب ترین و سخت ترین ساله زندگیم بوده واقعا، جهات مختلف همه چی، شاید بهترین همیشه بهش میگم بهترین چیز و تنها اتفاق خوبی که زندگی بوده این دو ساله تو بودی واقعا، یعنی تو نبودی هم خیلی سخت همیشه. من هیچ وقت خب خیلی اصلا کلن میبافن تو آهنگاشون خب تخیلی خیلی ها میکنن این کارو،
کاری که نکردن، جایی که نرفتن، همه داست تزای مختلف. من هیچ وقت کار نمی کنم، چیزی که ترجمه نکردم اصلا به هیچ وجه. ببین اینا رو میگه بعد یهو میخونه 10 تا خونه من مثلا فلان یه چیزی اینجوری که مثلا تجربه کرده دیگه. نه البته اونجوری نمیگم، میگم مثلا میگم وقتی که میگه یه شب فلان اتفاق افتاد، یه شبم نه بی فکر به جای بعد، ولی کلا میگم مثلا ممکنه یه چیزی تجربه کرده باشی توی سفری توی مثلا آمریکای جنوبی، بعد تو آهنگت که داری میگی میگی تو پاریس شد مثلا. خب یا مثلا یه چیزی لوکیشن عوض شد چقدر تو فکر میگی جای اونجوری، منظورم اینه که یه چیزی اصلا اگه مسج تجربه مثلا یه طرف اصلا نه ریو رفته تا نه پارتی، حالا مثلا برای مثال خب یا کاری گنگستری اصلا نه تا حالا کرده نه دیده، ولی راجعش میاد حرف بزنه. ولی من ممکنه اون چیزایی که دیدم دور و برمو یه جور دیگه منتقل بدم مثلا راجعش بخونم مثلا اینجوری. بنشین آلبوم بریم بگیم آلبومش. آره بعد دیگه راجع به فیچرا بگم که من دوست داشتم سانرایز حتما که از مهمونای آلبوم بیارم، ولی نمیخوام فیچرا لو برن یه جورایی، واسه همین گفتم این کار نکن. حالا به زودی تراک لیست آلبوم منتشر میکنم و شاید لو بدم سه همکاریا رو، ولی گفتم سورپرایز باشه ذره بالتره، چون یک بار کسایی دارم کار میکنم که هیچ وقت داره کار نکردم قبلا. منم اکسایتدم راجع به همکاریا، چون کسایی که میخوای باشون فیچر کنی و من دوست دارم. دوست داری؟ اوکی هست. بعد دیگه از بچهای قدیم هستن، بچهای جدید هستن، و اینکه باز میگم کنم اتفاق خوبی شد، چون یه سری بچه‌ها درگیر آلبومای خودشون بودن و اینا بزن طول کشید تا ورساشون برسه بهم، و این طول کشیدن هم باعث شد که هم آلبوم دو تاش کنم که فکر کنم خیلی فکر خوبی بود، و همین که کلا یه سری از آلبوم حذف کنم، چون یه سری همکاری ها شاید تو جهت اتفاق افتادن بود، ولی به مرور دیدم که بهتره که نشد، چون حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، ولی رو هم رفته کنم بهتره، هم واسه آهنگا بهتر شده، هم واسه به طور کلی آلبوم. بعد اینکه ویدیو بیاد بیرون این سانرایز، یه دونه میوزیک ویدیو میاد با آهنگ با هم، تو میدونی کدومه؟ تراک وست کوست. حالا اینجا میتونم بگم راجع به شوکه اون. آره خیلی باحال. آره بعدیش قراره که سورپرایز گنده باشه، حالا مطمئن نیستم 100% شاید بهتر راجع بهش حرف نزنم، ولی قراره که اون بیاد بیرون، شاید جابجا بشن تراک کنه میدونم. بعدش هم فکر کنم اون تراک بعدی که بیاد دیگه آلبوم با هم میدم دیگه، حالا تاریخاش یواش یواش مشخص میشه و بیشتر بهتون میگم. کی میاد سانرایز؟ این فکر کنم تا زود بیاد، فکر کنم مثلا دوشنبه شاید چهارشنبه اینو بیاد سانرایز. این برنامه نه آلبومه سانرایز. آلبوم که سانرایز نیست، میگم کانفیوزت کردم، چون که اسم برنامه که راجع به آلبوم میدنم سانرایز داره، بس آلبوم طولو. من فکر کنم قشنگتر انگلیسی تا طولو. نیمروز؟ نیمروز یعنی سانسر؟ نیمروز نه، یعنی وسط روز ظهر گرمه فارسیش هست، ولی یعنی سانرایز و سانست قشنگ کنی؟ من فکر نکنم، واسه آلبوم من نه، خب همون میشه معنی انگلیسی، چون خورشید داخل آره، نه ولی من فکر کنم باید من اصلا کلا فارسی بیشتر دوست دارم رو هم رفته استفاده کنم، ولی کلمه انگلیسی من حالا هم تو آهنگا میگم هم اسم آهنگام هست که استفاده کنم، ولی به نظرم بالاتر رو هم رفته واسه اسم آلبوم، یعنی اگه به تم آلبوم میخورد میکردم شاید، ولی واسه این آلبوم اینجوری که برنامه‌ریزی کردم اسم آلبوم خورشیده طلوع و نیمروز فکر کنم بالاتر کلا با آهنگایم که هست. چاکوی سولومو بیشتر دوست داری الان چاکوی که فیچرن؟ فیچر بیشتر دوست داری هم رفته؟ نه تو آلبوم. تو آلبوم آها سولو هم میدونی کدوم ها سلام؟ البته سولو هم یه سریش فیچره، مثلا هوکش هایی که دیگه خونده، ولی در سولو ورسای رپش خودم هم، ولی خب کسی دیگه خونده. خودم این چک که با ای پلاس رو خیلی دوست دارم، اصلا همه کل آلبوم همه چک رو دوست دارم، ولی یه سری چون با ای پلاس خیلی وقت کار نکردم فکر کنم شما پریال کنین، خیلی بیتر خفنی زده. و چک با آتور هم مثلا خیلی فرق داره، مدلش یه جور دیگه است. بعد دیگه بگم که چک هایی با دارم که بومن سبکی هم واقعا همه جور توشه است، مثل بخوام بگم مثل آلبوم همیشه یکی توی سبک های مختلف بود، باز همون کار دارم میکنم، اینجوریست که یه تم باشه همش مثلا هپی باشه همش سد باشه فلان، ولی کلا خیلی خفنه بچه، فکر کنم یه روی جدید از من میبینین و خیلی شوک میشینم اتون. تا حالا که رپرها برای بچه ها دور و بر که یه سه ترک کارو شنیدن ریاکشنشون این بوده، رفیقام و خود تینا هم همینجور کلا اصلا یه انقلاب عجب غریبی توم شد یه سال یه سال و نیم پیش که حالا نشتیم ترک های دیگه گذاشته بودم تحصیلات تینا بر فراز آسمان های پایدار. همین دیگه، دمتون گرم بچه ها، دوستتون دارم، منتظرم بیاد بیرون. حالا هر سوالی داریم بنویسین زیر این که توی سانرایز بعدی بگم، یه فکر کنم تا اومدن آلبوم حداقل یه سانرایز دیگه بدم که دیگه فاینالایز کنم همه چی باتون. بعد دو ماه غیب میشیم میریم مالدیو. بعد دو ماه غیب میشیم میریم مالدیو. مثل اون دفعه نور اومد بیرون الانم این آلبوم هم بیاد یه جایی باید بریم. این بیاد بعد سر بعدی، بعد آلبوم با ای پلاس و بعد آلبوم با النو. وای ولم کن. بعد همزمان بچا 4 تا آلبوم دارم کار میکنم، سری کار کردم که تقریبا اکثرشون تمام از نظر نوشتنی با کلی چک سولو اینور برم کار کردم، یعنی امسال 4 تا چیه میگم دیگه آلبوم
آلبوم با النینا A پلاس، دو تا خورشید، آها دو تا، یه دونه A پلاس، کلی چک سولو. یعنی راحت امسال 60 ترک رو کار کردم توی سال گذشته. دیگه نمیشه. بس دیگه یه سال. نشه میگم من مثلا یه دو ماهی آدم واقعا آره، سفری بره واقعا. آره، مغزم داره میتره. بچه‌ها دوستتون دارم. دمتون گرم. مرسی مهمون برنامه بودین. سابسکرایب، لایک بنویسین که چه سوالایی دارین واسه سامرایز بعدی بریم براش. دوستتون دارم فعلا.